سال 83 وقتی 15 سالم بود یه خانومی رو برای اولین بار دیدم که روی همه موتورهای شهری نشسته بود و همونجا برای اولین بار من خیلی تعجب کردم و این جرقه توی ذهن من خوردش که خب منم میتونم خب سوار بشم، چرا من سوار نشم؟ و همون روز از همون خانوم موتور سواری رو یاد گرفتم و اولین بار خودم نشستم روی موتور. مجبورم موتور نخرم، هی موتور اینو اونو سوار شم، یه سختیش بود. جامعه قبول نمی کرد که یه مدت من مجبور شم پنهونی سوار شم، یعنی به مادرم بگم موتور رو فروختم به خاطر نگرانی هاش. بعدش که دیگه تو تلویزیون یان منو دید نظرش عوض شد و من تونستم ادامه بدم. یعنی قایمکی که کسی تشخیص نمیداد من دخترم. He's very good for riding motocross. این رشته رو تو ایران یه رشته کاملا مردونه میدونن، میگن اصلا مناسب خانوم ها نیست، اصلا کلا میگن ورزش مناسب خانوم ها نیست. این افکار رو از ذهنشون پاک بکنن. یکی از بزرگترین مشکلات اینه ما موتور و لباسهاشو به قیمت خیلی گرون خریداری میکنیم. اگه از نظر اقتصادی تحریم ها برداشه ارزون بشه، بله. اگه قیمت ها پایین باشه و درآمد خوب باشه، بله، میتونیم خریداری کنیم. ما مشکل اسپانسر هم داریم، هزینه ها زیاده. همه جای دنیا این رشته های گرون و رالی و موتور سواری ماشین سواری رو دارن با اسپانسر انجام میدن. تمام هزینه‌اش گردن اسپانسر، اما تو ایران ما هیچ اسپانسر نداریم. یکی از آرزوهامه که بتونم تو مسابقه جهانی شرکت کنم. میدونم با اینکه باز تمرینم کمه در قبال خانومای دیگه که تو پیستای دیگه با مربیای خیلی خوب با علم روز موتور سواری دارن تمرین میکنن، تمرین من پیش اونا صفره. برایی که برای خودم دارم، دوست دارم، همیشه از بچگی دوست داشتم که توی به جای درس توی رشته ورزشی به اوج قهرمانی برسم و خودم رو توی موتور پیدا کردم، تو روندن موتور، و هر کاری از دستم بر بیاد دارم انجام میدم تا بتونم رویای بچگی خودم رو به حقیقت بپیوندونم. دوست دارم قهرمانیمو، حالا چه تو کشورم چه در سطح جهان، امیدوارم بتونم یه روز عمرم قد بده بتونم قهرمانی جهانی بگیرم.